دوران غیبت دوران استضعاف امام. یکی از مشهورترین آیات قرآن که در موضوع امام عصر علیه السلام بر سر زبان هاست و آن حضرت پس از ولادت بر روی دست پدر بزرگوارشان و نیز در هفتمین روز میلادشان قرائت فرمودند، آیه ششم سوره قصص است. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و ما میخواهیم بر کسانی که در زمین ضعیف شمرده شدند منت گذاریم و آنان را پیشوایان و وارثین زمین قرار دهیم. در تفسیر این آیه شریفه از امام امیرالمومنین علیه السلام چنین نقل شده است: مستضعفین در آیه آل محمدند که خداوند مهدی ایشان را پس از گذشت دوران سختی و مشقت آنها برمی انگیزد، پس او آنها را عزت می دهد و دشمن آنها را ذلیل و خوار می سازد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: پیامبر اکرم نگاهی به حضرت علی علیه السلام و دو فرزندش حسن و حسین نمود و شروع کرد به گریه کردن و فرمود شما مستضعفان بعد از منید. مفضل راوی احادیث گوید به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم معنای این جمله چیست؟ فرمود یعنی شما امامان بعد از منید که ستم میبینید، به درستی که خداوند فرمود و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این آیه تا قیامت در خاندان ما جریان دارد. مستضعف با ضعیف تفاوت دارد. ضعیف به معنی ناتوان است، اما مستضعف کسی است که او را ناتوان شمرده باشند. اهل بیت علیهم السلام هیچگاه ضعیف نبوده و نیستند، ولی در طول تاریخ همواره توسط طاغوت‌ها ضعیف شمرده شده و از حق مسلم خیش محروم گردیدند. به هر حال آنان که مترصد گشایش در امور مستضعفان جهانند و حضرت مهدی را امید مستضعفان می‌دانند، باید این نکته را از یاد نبرند که در رأس همه مستضعفان وجود مقدس امام زمان علیه السلام است. و اگر ظهور فرخنده آن حضرت واقع شود، نجات مستضعفان عالم نیز به وقوع خواهد پیوست. در احادیث اهل بیت علیهم السلام، امام عصر علیه السلام منتظر نیز خوانده شده است. اگرچه آن حضرت منتظر یعنی انتظار کشیده شده است و دلهای مؤمنان بیتاب ظهور و فرج ایشان است، خود آن بزرگوار نیز منتظر صدور فرمان خروج از سوی حق تعالی و گشایش در کار دوستان خدا و شیعیان خیش است. یکی از این موارد دعایی است که در روز عید فطر هنگام خروج از منزل برای ادای نماز عید خوانده می شود. اللهم صل علی ولیک المنتظر امرک المنتظر لفرج اولیائک. خدایا درود بفرست بر ولی خودت که در انتظار امر توست و برای فرج دوستان تو مورد انتظار. پس واضح است که لحظه لحظه دوران غیبت برای امام عصر با انتظاری سخت و جانکاه توام است، خصوصا آن که امام به حوادثی که در عالم می‌گذرد، احوال شیعیان، وضعیت حاکمیت ها، ظلم و ستم و کفر و نفاقی که در جوامع وجود دارد اشراف کامل دارند و از طرفی در دوران غیبت برای اقامه عدل و رفع ظلم و ستم مبسوط الیت نیستند. پس طبیعی است که هر لحظه منتظر صدور فرمان الهی برای انجام مأموریت خود باشند.